میخوایم وارد بحث سوریه بشیم، اما قبلش خوبه یک نگاهی به نقشه داشته باشیم و یک مقداری در رابطه با کشور سوریه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اونجا صحبت بکنیم و این رو در نظر داشته باشیم که تو شرایطی که الان هستیم به واسطه افزایش نرخ ارز و اینکه پول ما یه مقداری ارزش خودش رو از دست داده، شرایط رقابت ما در خارج از کشور خیلی بهتر شده و میشه از این فرصت استفاده کرد، حالا اگر عزمش باشه، برنامه‌ریزیش باشه و بتونیم این کار رو بکنیم. یه نگاهی به نقشه سوریه داشته باشیم و بعد بریم سراغ گفتگومون. سوریه چند تا موقعیت خاص در حوزه اقتصادی داره که خوبه بهش توجه بکنیم. نقطه اول بحث نفت و گاز سوریه است که در منطقه تقریبا شرقی سوریه قرار میگیره. این منطقه‌ای که دارید می‌بینید هستش، بخش زیادیش با عراق مشترک هستش و عرض به خدمتتون که مهمترین منابع نفت و گازی سوریه رو اینجا دارید میبینید. یه بحث خیلی مهمی که وجود داره توی بحث سوریه، توی بحث منابع نفت و گازش، همین اشتراک اون با عراق هست و بحث انتقال این نفت و گاز به سمت اروپاست که از بندر لازقیه میشه این بحث گاز رو انتقال داد. یکی از نقاط درگیری مهم در بین ایران و بین سوریه و کشورهایی مثل ترکیه و عربستان همین بحث انتقال گاز است. اگر این خط لوله‌ای که ما رسم شده رو ببینید، این یکی از طرح‌هایی است برای انتقال گاز خلیج فارس و نفت خلیج فارس مثل ما که مثلا اصلیو داریم به اروپا. ترکیه هم یه خط لوله مشابهی رو برای خودش اون بالا تصور کرده و به هر حال هر کسی که بتونه مسیر ترانزیتی گاز رو در اختیار داشته باشه، سهم بزرگی در اقتصاد داره. منطقه سبز رنگی که اون وسط می‌بینید به تقریبا مرکز سوریه به سمت شمالش هم کشیده می‌شود، معادن فسفات و دیگر معادنی است که در منطقه سوریه وجود داره، بسیار ارزشمند هستش. در گزارش بعد خدمتتون آمارش رو خواهیم داد و خیلی هم مهمه. روس‌ها وارد شدن جلوتر از ما و یک قرارداد خیلی بلند مدت 50 ساله رو با سوریه بستن با یک سهم 70-30، یعنی 70% برای سوریه و 70% برای روسیه، 30% برای سوریه، که اون هم خیلی مهم است. دو تا بندر تجاری داره، لازقیه و ترتوس، که بنادر بسیار مهمی است، مهمترین بنادر نفت و گاز و انرژی در دریای مدیترانه هستش. بنادری هستش که ارتباط خوبی بین سوریه و غرب آسیا ایجاد میکنه و بسیار هم مهم هستش. همین الان آمارهایی داریم که این دو تا منطقه لازقیه و ترتوس در تمام دوران بحران سقوط نکرد و دولت اونجا رو کنترل کرد و شریان اقتصادی سوریه رو نگهش داشتن. آخرین مورد کشاورزی سوریه هم هست. کشاورزی سوریه هم در بحث پنبه هم بحث دانه های روغنی بسیار حائز اهمیت هستش که بعد بهش توجه داشته باشیم. و آخرین نکته‌ای که در بحث گردش در بحث اقتصاد سوریه مطرح هست، بحث گردشگری هستش که فرصت های گردشگری و فرصت های بسیار مهمی است که در این حوزه وجود داره. سوریه نقاط گردشگری بسیار زیادی داره، قبل از بحران هم در حوزه گردشگری بسیار درآمدهای خوبی رو داشتن. حالا این کشور یه بازسازی بزرگ هم در انتظارش هست و یک بازار بزرگ و باید حالا ببینیم که ما برای استفاده از اون چه برنامه‌ای رو داریم. در خدمت سردار جناب آقای مهندس رستم قاسمی هستیم، مشاور سردار سلیمانی در امور اقتصادی سوریه و بازسازی سوریه و وزیر سابق نفت. خیلی خوش آمدید آقای مهندس. ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همینطور بینندگان عزیز و امیدواریم که بتونیم مطالب مورد نظر بینندگان رو مطرح کنیم. سلامت باشید. من سعی کردم یه کلیاتی از اونجا رو بگم، حالا در فواصل اگر نکته جا مونده بود حتما بفرمایید. اما قبل از اینکه حالا اینها رو شما برامون تشریح بفرمایید، یه ذره از بالاتر نگاه بکنیم. از ابتدای 2019 به این طرف تو گزارشمون هم بود یک روابط ویژه و یک حرکت‌های ویژه بین ایران و روسیه در اتفاق می‌افته. دی ماه نخست وزیر سوریه میاد، بهمن ماه معاون اول ما که در همون مقام نخست وزیری است میره، اسفند ماه رئیس جمهور سوریه دوباره به ایران میاد و حالا اینا نشون میده که اتفاقاتی داره میفته. اهمیت این رفت و آمدها به ویژه اهمیت سفر آقای دکتر بشار اسد به ایران رو توی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در چی می‌بینید؟ خب من عرض کنم لازمه که یک مقدمه ای رو از وضع سوریه و همینطور در واقع اهمیت سفر آقای بشار اسد به ایران رو لازمه یک مقدمه است که من باید عرض کنم. ببینید باید نگاهی به جنگ 8 ساله در سوریه داشته باشیم. این جنگ تمام عیار که همه ابزارها و همه در واقع نیروی انسانی از کشورهای متعدد، امریکایی‌ها و بعضی از کشورهای عربی جمع کردند برای اینکه در حقیقت اون شاکله اصلی دولت سوریه رو از بین ببرن،
یک اقدامات بزرگی صورت گرفت. بخش‌های زیادی هم از سوریه در این جنگ اشغال شد، حتی بخش‌های زیادی از شهر دمشق هم اشغال شد. من در یک جلسه ای بودم، آقای ولید معلم که وزیر امور خارجه سوریه هست، اون اوایل بحران یک جمله گفتن، گفتن که وقتی در واقع بهار عربی شروع شد و در سوریه داشت هنوز شروع نشده بود، داشت آغاز می شد، امریکایی سفارش کردن به ما که شما اگر روابطتون با ایران و حزب الله قطع کنید، ما نمیذاریم جریان در واقع بهار عربی وارد سوریه بشه. این یک خاطره است اون اوایل، و خب به هر حال آقای بشار اسد اینو نپذیرفت. من یه خاطره دیگه من یه خاطره دیگه ای دارم. در سال 91 که بحران سوریه شروع شده بود، با یکی از این خلاصه سران کشورهای عربی من یه ملاقات داشتم. موضوعات متعددی بود، بحث سوریه پیش اومد. مهمترین چالش اون جلسه و در واقع جنجالی شدن اون ملاقات این بحث سوریه بود. خیلی طول کشید که ایشون معتقد بود که به هر حال بشار باید بره و تنها ایران هست که از این از بشار حمایت میکنه و بشار به هر حال باید بره. خیلی بحث کردیم روی موضوع. ایشون آخر سر به من گفت که یه پیامی رو برای مسئول جمهوری اسلامی از جانب من میتونی ببری، شما میتونی رو مطرح کنی. گفتم به هر حال ما شما نمیخوام بگین از... کدوم یکی از مقامات بود. حالا بذار بگین دقیقاً میشه. خب ببینید من حالا خب حالا بفهم. ایشون گفت که با برنامه‌ریزیایی که صورت گرفته، هم از جانب آمریکایی‌ها، هم از جانب غربی‌ها، هم بعضی از کشورهای عربی و همسایگان دیگه سوریه، بشار اسد بیشتر از 45 روز آینده در سوریه نخواهد بود. سال 91 سال 91 و ایشون از من خواستن که به مسئول جمهوری اسلامی رو بگم که حتما موضعتون رو در مورد سوریه عوض کنید، چون برای اتفاقی است که حتما میفته. سال 91 بشار سال 97 به عنوان قهرمان عرب میاد ایران. بله من اومدم، البته بعضن با مسئولین جمهوری اسلامی و حتی خود آقای بشار من ملاقات داشتم، اینو بهش گفتم. اون بنده خدا هنوز هست؟ اون بنده خدا نیست ولی جایگزینش هست. به هر حال با اون برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته بود به قول خودشون و هزینه‌ای که برای این کار آماده کرده بودن و هزینه هم کردن، امروز بعد از 8 سال تقریبا بشار اسد ماندگار شد و به عنوان قهرمان ملی در تاریخ سوریه ماندگاره و نتونستن کاری بکنن. بله خسارت های به سوریه وارد کردن. دیمیسورا گفت 250 میلیارد دلار. حالا صد ویژه سازمان ملل آمار اینجوری داره. آمار سوریه یا بیشتره، چون منم خیلی در سوریه در دوران جنگ و همین اخیران هم در سوریه بودم، استانهای متعدد سوریه هم رفتم. آمارهای متعددی وجود داره که چقدر در حقیقت در سوریه آسیب دیدن. خب من واقعا باید به مردم سوریه تبریک بگم به خاطر این استادگیشون. عرضم حضور شما به ارتش سوریه، به دفاع وطنی سوریه، به شخص آقای بشار اسد باید بگم تبریک بگم که این استادگی رو مدیون همه مردم و استادگی رئیس جمهور سوریه است. خب البته نقش ایران یک نقش کاملا برازنده است، نقش حزب الله، فاطمیون، زینبیون و به هر حال کسانی که در سوریه رفتن و به کمک مردم سوریه رفتن، نقشی است که در تاریخ ماندگار هست و حتما این نقش همیشه به تاریخ سوریه به یاد ماندنی است. خسارات های زیادی هم به سوریه وارد کردن، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ در واقع نیروی انسانی، چه نیروی انسانی نظامی و چه مردم، که آدم وقتی به شهرهای سوریه و استانهای سوریه سفر میکنه خیلی عجیبه
که من تاریخ من تو میگن مغول‌ها چقدر تخریب کردن، آثاری که من در تاریخ از مغول‌ها خوندم هرگز این اتفاق به نظرم نباشه. شما استان دیلوزور وقتی در مرکز دیلوزور میری اصلا ساختمانی در حقیقت سالم نمونده است در شهرهایی مثل حلب. اصلا یک ویرانه است که اینا در واقع تحویل مردم سوریه دادند. فکر میکنم آماری که سوریه ها دارن حدود 400 میلیارد دلار نیاز بازسازی سوریه است. خیلی دوستان وارد این بشه، اما قبلش یه سوالی برای خودم مطرحه و اون همین است که سفر آقای بشار اسد به تهران توی رسانه های ما خیلی انعکاس داشت، گرچه حالا حاشیه های پیش اومد و بالاخره یه مقداری رفت توی حاشیه، اما به هر حال انعکاس داشت. سفر آقای بشار اسد توی خود سوریه و تو کشور عربی چجوری بود؟ یعنی مردم سوریه از این خبرها چجوری بود؟ ببینید، این دومین سفر بشار اسد بود بعد از دوران جنگ تا کنون. یه سفری کوتاهی به روسیه داشتن و این سفر که البته مدت‌هایشون مایل بود که به ایران سفر کنن و از مردم ایران، از عرضم حضور شما، از مقام معظم رهبری، از دولت تشکر کنن بابت حمایت‌های بی‌دریغی که در جریان سوریه کردن. ببینید، در کشورهای منطقه به خصوص و تا در واقع در دنیا این سفر بسیار با اهمیت بود، برای اینکه تلاش‌های بسیار زیادی در طول این 8 سال شده بود که اصلا بشار اسد وجود نداشته باشه. بله. حالا بشار اسد با یک پیروزی به سراغ در واقع یک همپیمان خودش میره و این من به لحاظ سیاسی و به لحاظ اقتصادی و به لحاظ آینده سوریه خیلی تعیین کننده است. اینو هم بگم به شما که بعضی از کشورهای عربی قطعاً این پشتوانه فکری امریکایی ها داشته، چند بار تحقیقا این عرض میکنم به قاصد فرستادن، به قول معروف هیئت فرستادن به سوریه که آقای بشار اسد شما ماندگارید، یعنی ما تلاش میکنیم که شما بمانید حتی دوره درگیری های بیشتر، هزینه بازسازی سوریه هم میدیم، اما شما بیا رابطه تو با ایران قطع کن، رابطه تو با حزب الله قطع کن و حزب الله نباشه. و بشار اسد اینو نپذیرفت، گفت این خط قرمز منه، این خیلی مهمه به لحاظ سیاسی، به هر حال خیلی مهمه هم در منطقه و هم در دنیا و هم در کشور مردم سوریه و هم بالاخره مردم ایران که حاصل تلاش های محور مقاومت رو بعد از 8 سال دیدن دیگه. یعنی این خیلی موضوع مهم بود. به لحاظ اقتصادی هم ببینید، بازار بازسازی سوریه بازار بزرگی است. آره، 400 میلیارد به قول خیلی ها یک لقمه بزرگی است که طمع زیادی بهش دوخته شده، کشورهای متعددی. و در این سفر عملا با اومدن آقای بشار نشون داد که ایران باید نقش اصلی رو در بازسازی سوریه داشته باشه و در بازار سوریه در واقع حضور داشته باشه. بحثم به خوب جایی رسید، اگر اجازه بدید یک گزارش کوتاه در رابطه با سوریه باز ببینیم و بعد برمیگردیم دیگه، بریم حالا ببینیم که چجوری میشه نقش خودمون رو در اینجا پیدا بکنیم. سوریه در 4 حوزه اقتصادی دارای مزیت نسبیه. منابع نفتی و گازی این کشور در شهر دیر الزور واقع در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق قرار داره. ذخایر شناخته شده گاز طبیعی این کشور حدود 8.5 تریلیون فوت مکعب برآورد میشه. میزان تولید نفت و میعانات نفتی این کشور در سال 2009 میلادی حدود 400 هزار بشکه در روز بود که از این میزان حدود 150 هزار بشکه اون عمدتاً به اروپای غربی صادر شد. این کشور تنها کشور صادرکننده نفت در منطقه مدیترانه شرقیه. معادن فسفات سوریه در مرکز سوریه و تا مرز ترکیه واقع شده. ذخایر فسفات منطقه شرق تدمر را بالغ بر 105 میلیون تن برآورد کردند. و سوریه پیش از بحران یکی از بزرگترین صادرکنندگان این ماده مهم بوده. یک شرکت روسی قرارداد برداشت سالانه 2,200,000 تن فسفات به مدت 50 سال رو با دولت سوریه به امضا رسونده. تقریبا تمام ذخایر فسفات کشف شده در سوریه. و
بنادر لازقیه و ترتوس که مسیر ترانزیت آسیا و اروپا است در غرب سوریه قرار داره. حجم واردات دو بندر ترتوس و لازقیه در سال 2018 36 میلیارد لیره سوریه بوده. در نهایت آثار باستانی و ظرفیت‌های گردشگری سوریه که در سال 2010 یعنی پیش از آغاز بحران معادل 14% تولید ناخالص ملی این کشور را شکل داد. سوریه بیش از 13 هزار محل باستانی و 25 موزه میراث فرهنگی و 6 سایت میراث فرهنگی که در فهرست جهانی به ثبت رسیدند را دارد. علاوه بر این در حوزه کشاورزی نیز سوریه دارای ظرفیت‌های بسیاری به ویژه در کشت و تولید گندم و پنبه است. به جز این موارد، بازسازی ویرانه‌های سوریه نیازمند توانمندی فنی مهندسی در حوزه‌های نیروگاه‌سازی، راه‌سازی، شهرسازی و حتی آموزش و بهداشت که ایران بعد از دفاع مقدس تجربه ارزشمندی در این حوزه دارد. بله، امیدوارم بتونیم تجربه هایی رو که داشتیم و کارهایی که کردیم رو حالا یک مقداری مرتب و منظمش بکنیم و در خارج از کشور هم اونها رو اجرا بکنیم. چرخهای اقتصاد کشور فقط قرار نیستش که برای داخل کشور به گردش در بیاد. اگر برنامه‌ریزی بکنیم میشود از فرصت‌های پیرامونیمون هم خوب استفاده بکنیم. خب آقای قاسمی، بفرمایید که ما الان وضعیت اقتصادی یعنی فرصت‌های اقتصادی که در سوریه وجود داره چیاست و چجوری میشه وارد این بازی شد؟ ببینید، عرض کردم یک ظرفیت بزرگی و یک در واقع برنامه خیلی مفصلی در سوریه طبیعتاً برای بازسازی سوریه پیشبینی شده است و بازار خیلی بزرگی است. حالا دولت سوریه ممکنه منابع اقتصادی کمتری داشته باشه، ولی به هر حال بازسازی خواهد شد. حالا اگر فرض کن منابع بیشتری داشت، سرعت بازسازی بیشتر بود، ولی چون منابع کمتری دولت سوریه در اختیار داره، خب طبیعتاً یه مقداری طولانی تر خواهد شد، ولی به هر حال سوریه بازسازی خواهد شد. بله، سوریه ظرفیت‌های بزرگی هم قبل از جنگ داشته و امروز میتواند داشته باشه. سوریه هم طوری که شما اشاره کردید در حوزه مثلا کشاورزی، در حوزه نساجی، حتی در حوزه صنعت، سوریه زمانی در واقع قطب منطقه بود. حتی در پزشکی و داروسازی سوریه رتبه‌های خیلی خوبی قبل از جنگ داشت و میتونه این ظرفیت ها رو دولت سوریه به دنبال احیای این ظرفیت هاست که از این محل بتونه منابع ایجاد بکنه. خب ظرفیت خیلی بزرگی است. ببینید، بخشی از کارا در واقع توافق نامه است که بین دولتین وجود داشته و دارد. ما یک توافق نامه بین دولت ایران و سوریه داریم که سالهای 93 اون موقع مسئولیت های من داشتم از طرف دولت، این توافق نامه خیلی خوبی امضا شد که این توافق نامه به نوعی یک ما به ازای کمک هاییست که ما به دولت سوریه کردیم و بسیار هم توافق نامه خوب است و میتونه ادامه داشته باشه. دولت منو داره دنبال میکنه و که این رو به نتیجه برسون. مثلا همون چیزی که شما اشاره کردید، معدن فسفات. این فسفات قراردادی که روسا بستن خیلی قرارداد 50 ساله و اون با اون درصد وجود داشته. من در جزئیات این توافقنامه هستم به دلیل اینکه اون مسئولیت این توافقنامه رو در یک مقطعی به عهده داشتم. یک توافقنامه است که بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی بین دو تا وزارتخونه اقتصاد ایران و سوریه در اواخر سال 93 امضا شد. این توافقنامه چی میگه؟ این توافقنامه میگه که ایران و سوریه میتونن با هم کارهای اقتصادی بکنن، توسعه اقتصادی در سوریه. یه نمونهش فسفات. ببینید، سوریه یک معدن فسفاتی داره که ظرفیت پیشبینی اون بیش از 1,800,000,000 تنه. این عدد رو توجه داشته باشید، 1,800,000,000 تن که اون قرارداد روسیه میشه 105 میلیون تن. حالا از بحث، حالا میخواستم همین رو بگم. اولا از رک کیفیت فسفات سوریه فسفات بسیار خوبی است. ما به عنوان کشور وارد کننده فسفات هستیم. شما میدونید ما فسفات رو وارد میکنیم و نیازمندی زیادی هم داریم.
هم برای کشاورزی، هم برای حتی برای تهیه خوراک دام با ایجاد کارخونه‌ای، هم برای صنعتی هم کلی، بله، هم برای در واقع اسید سولفوریک، اینا مصارف خیلی زیادی داره و ما هم نیازمندیم. این معدن فسفات 1,800,000,000 تنی سوریه در اون توافقنامه بیش از 1,200,000,000 تن این فسفات متعلق به ایرانه. آها، خیلی مهمه. 1,000,000,000 بیش از 1,200,000,000 تن، یعنی دو سومش این، بله، بیش از دو سوم اون این متعلق به ایرانه. توافقنامه رو بنده خودم امضا کردم. ولی اجرا چی؟ اجرام شده، شروع هم شده. نگاه کنید روسا. آقا من یه چیزی همین الان بپرسم، الان یه مسئله خیلی مهم اینه، آیا سپاه این وسط داره این کارا رو میکنه یا دولت؟ اصلا نقش سپاه چیه این وسط تو ماشا؟ نگاه کن، من اول به نقش سپاه میپردازم، بعد برمیگردم به این توافقنامه که بعدش اینو بریم... آره اینو دولت پس یا سپاه داره؟ حالا عرض می‌کنم خدمت شما که بعدش بریم سراغ اینکه چگونه ما با در این بازسازی شرکت کنیم. نگاه کن، سپاه یک مأموریتی در سوریه داشت و دارد که من فکر میکنم اصلی ترین مأموریت سپاه مبارزه با داعش بود. در واقع نسل داعش رو، همونطوری که سردار سلیمانی فرمودن، شجره خبیثه داعش رو از روی زمین برداره. سپاه به لطف خدا با خون شهدا، با در واقع تلاش های بسیار زیادی و نقش شخص آقای سردار سلیمانی، من فکر میکنم سپاه مأموریتش رو به خوبی انجام داد. اصل مأموریت سپاه این بود و این هست و این سپاه تونست مأموریتش رو به خوبی انجام بده. خب در کنار این مأموریت خارج بشه؟ نه خیر، سپاه بالاخره الان یه زمانی تا حتی یک سال و نیم پیش بیش از 70% در واقع مساحت سوریه دست داعش بود. آره. و نقش سپاه در آزادسازی مناطق نقش کمی نبود، نقش اصلی بود. اصلا فرمانده منطقه عموما دست فرمانده در واقع عملیات ها بیشتر دست سپاه بود. این نقش سپاه بود و سپاه نقش خودش رو داره به خوبی اجرا کرد، لطف خدا. اما در کنار این نقش بالاخره یک مسئولیت هایی هم در کمک به دولت وجود داره. برای دولت هست که مسئولیت های اقتصاد کشور، دیپلماسی کشور به عهده داره و داره نقش شو ایفا میکنه و طبیعتاً با این هم باید سرعت بده و هم انشاءالله سرعت خواهد داد. سپاه حمایت کرد، کمک کرد و مخصوصاً بالاخره شخص آقای سلیمانی این توافقنامه امضا شد. درسته بین دولت امضا شد، ولی نقش آقای سلیمانی هم کم نبود، چون نقش اصلی بود در امضای این توافقنامه. همین توافقنامه معدن یا کلیه توافقنامه معدن یه بخشی از این توافق، یک موضوع از این توافقنامه در حقیقت معدن فسفات. من میخوام این اشاره بکنم که معدن فسفات که ما امروز نیازمند هستیم، توافقنامه ما با دولت سوریه اینه که این معدن در اختیار ایران باشه با ظرفیت بیش از 1,200,000,000 تن. شما نگاه کنین، اگر ما سالی 10,000,000 تن بتونیم از این ظرفیت این فسفات استفاده بکنیم، بیش از 120 سال طول خواهد کشید. 10 میلیون تن عدد خیلی بزرگی است. بله، روسا قراردادشون 2 میلیون تنه. بله، و این اگر ما بتونیم، ما اصلا مقدار نداره، هر چقدر بتوانیم. خب به هر حال دولت سوریه منافعی از این میبره و ما کمک داریم میکنیم به توسعه، یعنی اشتغال داریم در سوریه ایجاد میکنیم، منابع سوریه داریم در واقع کمک میکنیم به منابع. ولی بالاخره 120 سال اگر ما سالی 10 میلیون تن سیمان فسفات برداشت کنیم، این معدن در اختیار ماست. امروز قرارگاه خاتم از طرف دولت این مسئولیت پیدا کرده که این معدن رو در واقع استخراج کنه، هم برای نیازمندی ایران و هم در حقیقت برای این که بتونه به منابع جای دیگه کشور در واقع دنیا بفروشه. برای این مسئولیت رو داره و کار بزرگی هم صورت گرفته. آیا کاری که دولت توی سوریه داره انجام میده، دولت ایران در سوریه داره انجام میده، با توجه به این ظرفیت های اقتصادی که هست و با توجه به توافق نمایی که بسته شده، خوبه؟ ارزیابیتون از عملکرد دولت ما در مورد چی؟ ببینید، نگاه کنید، تا قبل از این همین چند ماه گذشته همین میدان همین معدن فسفات هم در اختیار داشت بود.
درسته که توافق نامه شده بود، امضا شده بود، ولی به هر حال دستور داشت بود. اون موقع فکر نمی‌کردن، گفتم حالا مثلا می‌دیم دست ایران رو معلومه که نه، بالاخره این ما که اینو می‌دونستیم، به هر حال ما برای کاری رفته بودیم که به نتیجه برسونیم. به نتیجه رسید. و این معدن در اختیار دولت سوریه به هر حال با همکاری خیلی خوبی با ایران داره و ایران با پیش‌بینی‌های خیلی مشخص و همکاری بسیار خوب. این شاید ما امروز یا همین در چند ماه گذشته باید وارد بخش‌های اقتصادی سوریه می‌شدیم که شدیم. انشالله بتونیم این رو سرعت بدیم. انشالله سرعتش کافی نباشه. اما می‌تونیم با سرعت بیشتر مثلا میدان نفتی حتی عرضم به حضور شما تو نفت و گاز سوریه ما هستیم. بله تو نفت و گاز سوریه ما هستیم. در همین توافقنامه است. عرضم به حضور شما همین مخابرات چشت فرا سرزمینی که ما به دنبالش بودیم و هستیم به هر حال اونجا در همین توافقنامه پیش بینی شده. مخابرات در واقع اپراتور موبایل سوریه و حتی مناطق گردشگری اینا در این توافقنامه هست و این توافقنامه به نظر من میتونه تکمیل تر هم بشه که دولت احتمالاً در برنامه‌اش وجود داشته. بنابراین اینکه ما تا دیروز نتوانستیم و الان حضور داریم حتما اتفاق افتاد. اینکه باید سرعت بدیم که به در واقع منافع بیشتری هم نصیب سوریه بشه هم نصیب ما بشه، این یک واقعیتی است که باید اتفاق بیفته. درست. و رابطه سوری ها با ما چگونه است؟ یعنی خود دولت سوریه چگونه همکاری میکنه؟ آیا همکاری لازم رو داره؟ و از اون طرف آیا به لحاظ فرهنگی مردم سوریه پذیرای این هستن که مثلا سرمایه‌گذاران ما وارد میشن یا نه؟ به هر حال مردم سوریه، من خودم به هر حال در دلیل بالاخره همین مسئولیتاییم که داشتیم تقریبا اکثر مناطق سوریه رفتم، حتی روستاهای سوریه رفتم، با مردم سوریه هم صحبت کردیم. مردم سوریه قطعا میدونن که ایران نقش اصلی رو در بیرون کردن بیرون راندن داعش داشته است. با بعضی از این مردم سوریه من صحبت میکردم جنایت های داعش رو برای ما گفتن. خیلی عجیبه، حالا فرصت نیست که من اونا رو بگم که اینا چه جنایت هایی در شهرهای سوریه کردن. جنایت های بسیار مهم، اخلاقی، کشتار بسیار وحشتناک. حالا اصلا این خودش واقعا یک داستان مفصلی است، ولی مردم سوریه اینو میدونن. مردم سوریه در حقیقت هم سنی ها و هم شیعیان که در استان های مختلف سوریه هستن، اینا به هر حال خیلی خوب علاقمند به ایران هستن. مسئولین سوریه هم همکاری های خیلی خوبی داشتن. من چند مدت پیش با وزیر صنعت سوریه یک جلساتی داشتم و حتی به منجر به یک توافقنامه ای شد و اون که ما بتوانیم ده ها کارخونه و تولیدی که امروز در سوریه نیاز هست توسط ایرانی ها و امتیازش به ایرانی ها بدن، این امضا شده. حالا من در ادامه خواهم گفت که ما چه کار باید بکنیم. خب بریم سراغ همین ما چه کار باید بکنیم، چون منم سوالم اینجا این است. یه دونه پیامکه که فکر میکنم خیلی همارشون میپرسن، اینو کوتاه پاسخ بدیم بعدم چه باید بکنیم. ما رو بگیم پیامک دادن که ما خودمون تو کشور این همه فقیر داریم، چرا باید پولمون رو خرج سوریه بکنیم؟ 915 آخرش 1060. ببینید ما در حقیقت این سیاست های کلی نظام و تصمیماتی است که در شورای امنیت ملی کشور و بخشش همون واقعیت اینه که داعش رو برای سوریه درست نکردن، داعش رو برای ما درست کردن. من اخیرا یک در واقع مقاله میخوندم، یک مرکزی در امریکا برای که بیشتر افکار کسینجر رو در واقع داره ترویج میده، گفته بود که ما در اطراف ایران خیلی هزینه کردیم برای ایران، ولی در اطراف ایران هزینه کردیم، در حالی که سرچشمه یا آتش فشان در واقع این محور مقاومت ایرانه. ما باید به سراغش می رفتیم، باید به سراغش می رفتیم و اینها در واقع در اطراف ایران شروع کردن و ما برای حفظ امنیت خودمون، برای در واقع کمک به مردم مردم سوریه، برای حفظ مقاومت در واقع سیاست و سیاست در واقع امنیت کشور، سیاست کلان اقتصادی امنیتی کشور، بالاخره بنا شد که ما در سوریه وارد شیم. رفتیم، هزینه هم کردیم، اما
به هر حال امروز یک بازاری هم در اختیار گرفتیم که ما میتونیم اگر خوب کار کنیم میتونیم از اینامون به زودی جبران کنیم. خیلی طول هم نخواهد کشید. مضافم برای اینکه به هر حال یه جمعیت زیادی که ما بیکار توی کشور داریم، سرمایه هایی رو داریم که ازش استفاده نمی‌کنیم، میتونیم اونجا به کار بگیریم و استفاده بکنیم. این رو هم باید بهش توجه داشته باشیم. اینکه صرفاً بگیم ما چرا اونجا پول خرج می‌کنیم، همیشه این حرفا هست، ولی اگر اقتصادی نگاه بکنیم یک فرصته واقعاً بازار سوریه. خب حالا بریم سراغ چه باید کرد. یه فاصله تقریباً حدود 10 دقیقه‌ای هم فرصت داریم. بفرمایید تو حوزه‌های مختلف چه پیشنهادات سرمایه‌گذاری وجود داره و حالا چون مخاطبین ما یه سریاشون هم اقتصادی هستن، حالا فعال اقتصادی هستن، چه جوری میتونن بیان وارد این بازی بشن؟ نگاه کنید در سوریه و حتی در کشوری مثل عراق، برای ما محور مقاومت تنها بخش دفاعی که نداریم، تنها بخش نظامی که نداریم، اتفاقا به خصوص در شرایط تحریمی که ما امروز باش مواجه هستیم، ما بازار مقاومت رو باید در اختیار بگیریم. یعنی بازار مقاومت نه تنها ما، بلکه دولت عراق، بلکه دولت سوریه. یعنی در واقع ما علاوه بر محور مقاومتی از بعد دفاعی و امنیتی و نظامی وجود داره، خب بازار در واقع محور مقاومت باید بازار اقتصاد هم باشه، به خصوص برای ایران که کشور کاملا تولیدی است. ببین شما در عراق خب ما تولید نداریم، در سوریه هم تولیدش کلا داعش نابود کرده، بنابراین بازار بسیار خوبی است که ما میتونیم در اختیار بگیریم. البته این وظیفه دوستان دولت است و اقداماتی هم در عراق و هم در سوریه شروع کردن و ستادی در واقع از طرف دولت در سوریه و عراق وجود داره که این کار رو داره هدایت میکنه و انشالله با سرعت بیشتر میتونه ما به این اهدافمون دست پیدا بکنیم. ببینید در سوریه یه بخشی هست به عنوان بخش تجارت. ما امروز در کشور تولید داریم، در سوریه هم نیازه. بله. سوریه هم یعنی یک بازار 25 میلیونیه بالاخره هست که منابع اون، تولید اون در واقع از بین رفته. خب باید کمک کنیم تولید اون احیا بشه، چون هم پیمان ما هست. حرف درستی است، ولی امروز برای ما یک بازار تجاری خوب محسوب میشه. باید سازوکار اون رو ما فراهم کنیم. ببینید باید ابزارهای حضور تجار و بازرگان ما در سوریه فراهم بشه. خب خوشبختانه عرض کردم یه کاری در سوی دولت داره صورت میگیره. بعدش هم عرضم به حضور شما که الان امنیت در سوریه وجود داره. الان تردد در سوریه به خصوص توی هفته‌های آخر کاملا آزاد شده. هر تاجر و هر بازرگان میتونه بره در سوریه. سفر زیارتی هم را افتاده. بله تقریبا همه داره را میفته. بازرگان و تجار ما باید بره بازار سوریه شناسایی کنه، باید یارش اونجا پیدا کنه، یاریابی کنه. چه کالایی در ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در سوریه امروز اقتصادی است و بیاد بازار رو شناسایی کنه. البته دولت هم به نظر من باید کمک کنه، به خصوص که ما امروز نیازمند مثلا یه خط کشتیرانی بین ایران و سوریه هستیم. دولت کمک کنه این خط کشتیرانی هزینه هم رو به نوعی بتونیم کاهش بدیم که بتونن تجار و بازرگان ما الان هم داره صادرات صورت میگیره، من تو اصلا کافی نیست. مسیر کشتیرانیش از کانال سوئز و اون طرفا میگذره عربستان و اینا مثلا مشکل ایجاد نمیکنه؟ ما از خلیج فارس تا طرطوس و لاذقیه که دو تا بندر بزرگ سوریه هستند میتونه کشتیرانی باشه. قبلا هم کشتیرانی وجود داشته. امروز هم حالا به هر حال پیشنهاداتی است که دولت کمک کنه که هزینه حمل و نقل و هزینه حمل و هزینه زیادی است، ما اینو کاهش بدیم. مسیر زمینیمون بهتر نیست مثلا سمت عراق و مرا همه کالا رو نمیشه زمینی حمل کرد. اقتصادی نیست، مثلا فسفات اصلا اقتصادی نیست، یا صادرات سیمان به سوریه با حمل و نقل زمینی خیلی اقتصادی نیست. حتی با حمل و نقل حجیم صورت بگیره و هزینه حمل و نقل دریایی که به راحتی داره انجام میشه، یعنی مشکلی هم وجود نداره. درست. عرضم خدمت شما که خب حالا این جایی که این کار شده، یکی از نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذارا دارن رو بحث ریسک هم بالاخره جانیه که وجود داره، یعنی تبلیغات هنوز این هستش که آقا ممکنه امنیت نداشته باشه، هم سوخت شدن سرمایه‌هاشون. برای این خیلی جالب، من حالا بخش تجارت رو گفتم، مهمتر از بخش تجارت به نظر من بخش تولید در سوریه است. شما ببینید کشورهای مقاومت باید قدرت اقتصادی همدیگر رو در حقیقت پوشش بدن. تولید در سوریه امروز، من یه نمونه مثال میزنم، مثلا سیمان.
یا کنه قیمت تمام شده سیمان در ایران حدود 22 دلاره. قیمت تمام شده سیمان در ایران. فروشش هم مثلا حدود 30 دلاره. اما متاسفانه برای صادراتش هزینه هم حدود 40 میلیون 40 دلار در هر تن هزینه هر تنه. یعنی تولید در واقع هزینه تولید حدود 20 تا 22 دلار، هزینه فروش حدود مثلا 30 دلار در هر تن، ولی هزینه هم متاسفانه هزینه با بالاست که اینو باید حتما چاره براش پیدا بکنیم. در سوریه سیمان حدود 80 دلار هر تن، اما اگر ما تولید کننده های ما بتونن بیان در سوریه این سیمان رو تولید کنن، اولا میتونن به بازار سوریه بفروشن. یه بازار حداقل 10-15 سال است. بله، بازسازی سوریه چه چند میلیون واحد مسکونی در سوریه بازسازی میشه و حتما خواهد شد. درست کردم، ممکنه یه زمانی طولانی تری بشه ولی بازسازی خواهد شد. و اگر ما در سوریه تازه اونجا بریم تولید بکنیم، میتونیم به اتحادیه عرب، یه قانونی دارن که بالاخره بین کشورهای عربی تعرفه وجود نداره یا تعرفه بسیار در واقع خیلی کمی وجود داره، تولید ما اونجا میتونه به کشورهای دیگه هم باشه. ما این رو باید از این فرصت استفاده کنیم. هم برای سوریه هم خوبه، مردم سوریه استقبال میکنن، دولت سوریه استقبال میکنه، واسه توافقنامه‌اش وجود داره که ما علاوه بر تو مثلا سیمان، کارخونه شیشه، کارخونه ارزم به حضور شما فولاد، کارخونه موچت، همه چی سوریه نیاز داره. خب این نیازمندی که دولت ایران کمک کنه، سرمایه گذاری ما بره اونجا، سرمایه گذاری در واقع اونجا تولید کنن. آقا مهندس، ما 5 دقیقه بیشتر فرصتمون نمونده. خب اینا که میفهمید تقریبا همه، تقریبا نه ولی خیلی ها میدونن، خیلی از تجار ما اینو میدونن، ولی راه رفتنشو بلد نیستن. مسیر رفتن راه بوده. رفتنش معلومه. امروز دولت ستادی داره تحت عنوان ستاد توسعه اقتصادی سوریه. این تو دمشق، تو تهران؟ نه، در تهران وجود داره. آها. در تهران دفتر داره، تشکیلات داره، خود دولت به هر حال داره حمایت میکنه، دور اتاق بازرگانی در رفت و آمد داره. ما یه مشکل دیگه ای داریم که اون رو باید حل کنیم، که این کمک میکنه به تجار. من این موضوع تنها موضوع عراق، مثلا حضور ما در عراق و در سوریه نیست، این موضوع حضور بیرونی ما با مشکل مواجه کرده. یعنی نگاه کنید، ما اگر بخوایم در خارج از کشور حضور پیدا بکنیم، بالاخره امروز در سوریه اگر ما در زیرساخت سوریه بخوایم حضور پیدا کنیم، مثلا اون زیرساخت راهن سوریه، زیر ساخت مثلا آب و برق سوریه، زیر ساخت مخابراتی سوریه، باید حضور کنیم، باید منابع مالی وجود داشته باشه. این منابع مالی بسیار از کشورها میارن. یعنی چی؟ ما امروز منابع مالی که بخوایم تجار و بازرگانا و تولید کننده ما ببرن اونجا، این در واقع اشکال اقتصاد ما اینجاست. منابع مالی ما گرانه، پول ایران پول گرانی است. امروز چینی ها میان، فرض کن در سوریه با 3% با 2% در اونجا برای طرح رو میکنن، ولی اگه یک تولید کننده ما بخواد ببره، باید در واقع با منابع 25%، 30% بانکی ببره اونجا اجرا کنه، تا اگر مال خودش باشه. درسته ما به تجار و بازرگان توصیه کردیم، توصیه میکنیم که چون این فرصت برای ما یه فرصت استثنایی هست، اگر ما نتونیم منابع ارزان قیمت از خودمون ببریم که این مشکل اقتصاد ماست، اما میتونیم شرکای خارجی پیدا کنیم. این ظرفیت برای ما خیلی نسبت به اینکه چینیا بخوان بیان در روسیه در سوریه کار بکنن وجود داره. فرصت برای ما فرصت خیلی خوبی است و ما در واقع توصیه میکنیم که برن با سرمایه گذارهای چینی و بعضی از کشورهایی که منابع مالی اونجا ارزان تر است، بیان مشارکت کنن در سوریه. ببین، سوریه اون چیزی که شما گفتی از نظر امنیت، به هر حال امروز دنیا پذیرفته که دولت سوریه مستقر، نه تنها دنیا پذیرفته، همه کشورهایی که متخاصم سوریه هم بودن پذیرفتن و بالاخره قوانین وجود داره، قوانین خوبی هم در سوریه برای سرمایه گذاری وجود داره که میتونه تضمین کنه. در کشور ما صندوق ضمانت صادرات، یک بار ما چند مدت پیش با دوستان صحبت داشتیم، گفتن ما میتونیم تا یک مبلغی در واقع سرمایه گذاران ایرانی رو تضمین بکنیم، سرمایه ایرانی رو تضمین کنیم. بعضی از اونجا ما، بعضی از ایرانی اونجا کارخونه دارن اصلا. بله، درست. خب ما خیلی زمان نداریم، به چند تا نکته رو خیلی سریع پاسخ بفرمایید. ما قرارداد تجارت ترجیحی با سوریه داریم، یعنی حذف تعرفه ها. بله، در تعدادی از اقلام داریم که اخیرا قراره که این توسعه پیدا کنه. حدود 84 قلم ما بین ما و سوریه تعرفه نمیخوره. چیا؟ تعرفه بسیار کمی هست. حالا در واقع خیلی من الان
لیستش رو حفظم نیست، ولی این چند سال پیش امضا شده. فکر میکنم در سفر آقای دکتر جهانگیری در سوریه هم قرار شد که این توسعه پیدا بکنه. قرارداد پولی دو جانبه داریم با سوریه؟ قرارداد پولی دو جانبه هنوز نداریم، ولی نسبت پولامون چقدر الان با هم؟ یعنی لیر چند در میاد؟ لیر الان حدود 400 لیر تقریبا یک دلاره، در حالی که ما 15000 یا 12000 لیر تومن یک دلاره. خب یه تناسب خیلی جدی داریم. ما سوریه علیرغم همه جنگا یه زمانی لیر سوریه به 600 دلار 600 لیر یک دلار هم رسید، ولی الان خیلی خوب داره بهتر میشه. پس ما قرارداد پولی نداریم؟ نداریم فعلا. در دستور کار هم نیست؟ فعلا در دستور کار هست. بانک مرکزی حالا خود دوستان به دنبال این هستن که این رو پیش ببرن. یکی از فعالین اقتصادی میگفت ما زمانی که به عراق جنس رو صادر میکردیم ابتدا خیلی خوب بود، بعد ترک ها اومدن و اونجا با گمرکات عراق قراردادی مثلا برای بحث کنترل کیفی کالاهای وارداتی و از این طرف مدیریت کردم کالاهای وارداتی به عراق رو. اینو یکی از فعالین اقتصادی میگفت. توی سوریه چیکار کردیم که این اتفاقات نیفته؟ یعنی سرمون کلاه نیفته؟ سوریه خب الان ترک ها حضور ندارن، ما میتونیم بیشتری نقش رو داشته باشیم و عرض کردم اون اتفاقی که بین کشورهای عربی وجود داره، تعرفه ای که در واقع در اکثر کالا وجود نداره، اون یه واقعیتی است که بین اتحادیه عرب وجود داره. ما هم در سوریه اگر بتونیم همه کالاهامون رو از تعرفه نجات بدیم، که ما بیشترین صادرات به سوریه داریم، سوریه صادراتشون به ما خیلی کمه، شاید یکی دو قلم بیشتر نباشه، و میتونه خیلی کمک کنه. الان خیلی من پیامک دارم، مثلا 914 آخر 679 گفتن خدا قوت چطور میشود رفت اونجا کار کرد، 910 آخرش 1937 گفتن در زمینه ساختمان چگونه میشود کار کرد. الان چه حالا اون سرمایه گذاران بزرگ اتاق بازرگان اینا خب یه سیستمی هست، اما خیلی از کارفرماهای ما هستن که کارهای جز انجام میدن ولی قابلیت اینو دارن که اونجا ارائه خدمات بدن. بعد من پیشنهادم اینه که تجار و بازرگانان و کسانی که میخوان در سوریه کار کنن باید وارد بازار سوریه بشن. با چه جوری؟ نمیشه حتما اونجا، نمیشه اینجا شما در ایران باشی و ما بخواید بگی من در بازار سوریه باید کار کنم. الان امنیت در سوریه کاملا فراهم، رفتن به سوریه الان خیلی تسهیل شده، راحت همه بازرگان و تجار میتونن برن اونجا و حضور پیدا کنن. ببینید باید حضور روادید که هنوز هست، روادیدی وجود نداره بین ایران سوریه، چه روادیدی وجود نداره. الان همون ستاد توزیع اقتصادی که متعلق به دولت هست داره اونجا یک در واقع مرکز تجاری ایرانی ها داره اونجا سازماندهی میکنه، ساختمان و غیره، که میتونه این کمک بکنه به بخش خصوصی کشور برای حضورش در بازار سوریه. من فکر میکنم اونایی که میخوان در بازار سوریه کار کنن که بازار خوبی است، باید در این بازار برن اونجا کار کنن، کارشناسی کنن و شناسایی کنن در واقع نیازمندی های بازار سوریه. درست. منم فکر میکنم یکی از کارهایی که شما به عنوان کسانی که حالا دارید اونجا کار میکنید و مشاوره میگید خوبه که واقعا واردش بشه، اینه که یک فضای تبلیغاتی خوبی برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ایجاد بکنید. ما خیلی از دور هنوز داریم نگاه میکنیم، ما همین اطلاعاتی هم که امروز میخواستیم آماده بکنیم برای ارائه بحثمون رو خیلی دسترسی بهش نداشتیم، خیلی محدوده. یه فضای، یه پایگاه اطلاعاتی خوب، یه سایت خوب، یه چیزی که اطلاعات خوبی از بازار سوریه ایجاد بکنه لازمه که بله حتما این جزء نواقصی است که الان وجود داره، حرف بسیار منطقی و درستی است. البته نمایشگاهی برگزار شده، نمایشگاه دیگری هم در پیش رو هست که میتونن ایرانی‌ها اونجا حضور پیدا کنن. خیلی ممنونم. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید در حد 30 ثانیه. به هر حال من عرض کردم ما در سوریه امروز با فرصت خوبی برای ما در سوریه هست، بازار خوبی برای ما در سوریه هست، هم دولت باید یک برنامه ریزی خیلی خوب و حمایت های خوبی داشته باشه و هم تجار و بازرگانی ما به عنوان نقطه امن بهش نگاه کنن. اونجا تحریم هم هست؟ بله سوریه تحریمه. اونجا هم پس مشکل تحریم وجود داره؟ بله سوریه هم مورد زیاد تحریم. اگه FATF تصویب بشه روابط ما تاثیر میذاره؟ بین ما و سوریه تاثیر نمیذاره. برای انتقال پولمون چطور؟ ما انتقال پولمون در سوریه خیلی مشکلی نداریم.